Hay. Necəsiz? Yaxşısız? سلام، چطورین؟ خوش اومدید به یه قسمت دیگه. سیم میخواید از ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف. توی ویدیوهای کانال خودتون میدونید قراره چیکار کنیم، قراره با هم دیگه بشینیم موزیک گوش کنیم، بعض وقتا هم پا میشیم البته و راجع به موزیک صحبت کنیم. من یه خورده امروز ناخوش احوالم به خاطر اینکه خانواده ناخوش احواله، ولی دور هم میشینیم موزیک گوش میدیم، یعنی خیلی اگر چیزی دیدید به خاطر اونه، ولی شما حتی شما هستید همه چی اوکیه. چرسی رد شدیم، فیت سعید دهقان آریان علوی، ترکی که استوریش رو گذاشته بود چرسی، خبر از بیرون اومدنش داده بود آریان علوی. من چیزی که توی اون استیپت توی اون استوری دیدم خیلی فرق و معیار واسه من نداشت، ولی به هر صورت قراره ترک رو بشنویم و ببینیم که آیا اون فرق وجود داره یا نه. پرودوسر نه، اینا رو بعدم میگیم. لینک گذاشتم توی دیسکریپشن از یوتیوب چرسی میبینیم لیریک ویدیو رو، لینک یوتیوب دلول کانال من و رامتین استنر کانال من و یک یوتیوبر توی دیسکریپشن هست، میتونید چک کنید اون کانال رو اگر دوست داشتید. اگر فور گنگ ها رو با چی تو کامنت بریم سراغ رد شدیم، سعید دهقان، آریان علوی، چرسی، کار پرودوسر سعید دهقان، سانگ رایترز چرسی، آریان علوی، کاور آرت کاشی، خشی ایزد، دیجیتال دیستریبیوشن میوزیک دی بی، بزرگتر مساوی با کپی رایت کمرشکن. احتمالا ما 8 ثانیه پاز میزنیم به خاطر کپی رایت ها دیگه. برید به میوزیک دی بی بگید من کادی از دستم بر نمیاد، حالا هم که خرابه با هم بحث نکنید، برو بریم. سمپل مریضه، پاز باید بزنم دیگه، نه ولی واقعا اینترو مریضه اون افکتر. رد شدیم از کنار هم، خدا وکیلی نگاه کن اوپنر ترک هیچ فرقی با مهیار اسم میکنید بینش. دیگه نبودی چی مثل قبل، گذاشتی منو پشت سر، تو چی کار کردی بعد من، رد شدیم از کنار هم. هامینگ ها و آواهای چرسی اون پشت میشنیم. دیگه نبودی چی مثل قبل، خبر برگشتنتم قشنگ حتی شایعش. پروداکشن خیلی عجیب، سعید دهقان خیلی مغز عجیب غریبی داره، نمیدونم چه جوری اون صدای اون، نمیدونم چی میگم به جاره وی اس تی چیه، صدای چکای چیز ترویس اسکات مثلا تو پروداکشن اون زیاد چنده میشه. کنار این کلید پیانو قرار گرفت و انقدر تمیز در اومده. رفتارو دیگه نمیده تکونم، با خودم تا در این خونه بکشونم شا. یک یوتیوبر زنگ زد، سلام یک یوتیوبر. این مرد ردی تو بچگی دیده سلمه که جای تبر چرسی جان چی شده؟ چی شده؟ رفتارو دیگه نمیده تکونم، با خودم تا در این خونه بکشونم شاید. خب چرسی برگشته به چرسی چیز ایلیگال؟ نه ایلیگال هم اینجوری نبود، کدوم چرسی این مدلی بود؟ مثلا یادم، من اسم یادم نمیده. دردی تو بچگی دیده سلمه که جای توجه به پی خرید گرونم، من از سر تو سر هر تصمیمی دوده. شاید من تو بچگیم یه مشکلی وجود داشته که بخواد به جایی که به تو توجه کنم چیزای گرون واسط میخرم، یا حالا شاید واسه خودش نه دیگه واسط این مدل توجه هم بهت اینجوری نداشت، ردیفه. یکی یه نوع زبون عشق، واقعا یه نوع کر کردنه. میدونم که هیچ چیزون توجه نمیشه، ولی یکی از زبانهای عشق این خریداست. دلم به شهر داستانی گردنمه، خودم مقصرم به روم بیار، اگه جایی چیزی بوده کم تو ذات مرداست، نفهمم عصبی میشم، نباید بذاری که سر یه من ذات مرداست، نفهمم عصبی میشم دکم تو ذات مرداست، نفهمم عصبی میشم، نباید بذاری که سر یه مسئله رد مرد خونه داره میشه چرسی. نباید کنم بی احترامی وقتی مقصرم، این زبونه تند هر جایی واسه تو غلاف، نباید به هر دلیلی به خونه وادت بد بگم احمقم، نمیفهمم فرقه یه سری چیزو ولی میدونم واسه تو بی تربیتی دیگه، احمق احمق بی تربیت، چرا فوش ننمیدی؟
هم آدم دیگه ای بزا بخندم به این میکنم صدامو نازون به ثانیه نشده میشم آدم دیگه ای همه رو میکنم رنده خیال تخت هنوز سر میمورم دراب آدم دیگه ای بخندم به این میکنم صدامو نازون به ثانیه نشده میشم آدم دیگه ای همه رو میکنم رنده بله ترانزیشن واسه قبل درابو شنیدی دیگه به ثانیه نکشیده میکشم میشم یه آدم دیگه به ثانیه نشده میشم آدم دیگه ای همه رو میکنم رنده خیال تخت هنوز سر میمورم با پنبه تو بغلتم میترسوندم یه هو آمپر میگفتی 52 هرتزی شاعریتم نداره فایده میگفتی 52 هرتزی شاعریتم نداره فایده هر گویی بخوری یعنی فایده نداره من که بودم ماته چشاتو کشیدم پر نفهمیدی روبروی ماته چشاتو کشیدی پر نداره فایده من این که بودم ماته چشاتو کشیدم پر نفهمیدی روبروی تو قلبم سیم اعتماد به نفسم الان از روی پود تو میکشیدی با تایتل چرکاش داره چیز میزنه بیت یه سری بیت میزنه من این کار کار رایجی رپرها میکنم ولی من نمیدونستم تو چک لاو حالا لاو که تو چک خور احساسی و عشقی این کار رو یه نفر میکنه داره میکنه دیگه با ترک عشقیاش داره روی تو قلبم سیم اعتماد به نفسم الان از روی پود تو میکشیدی ماشه رو به من میخورد تیر کاور خیلی باحاله ها مثلا این پرفورمنس خیلی پرفورمنس باحالیه من اینجا مثلا شباهتی و مهیار رو نمی‌بینم صدا سازیاشون شبیه همه خب دیگه تون صداشون شبیه همه ولی این پرفورمنس انتخاب نوع پرفورمنس نوع دلیوریته چه می‌دونم می‌خواد کلمه چیدمان کلمات باشه فلوی مثلا بیتت می‌خواد باشه این جور چیزا خیلی معین کننده چی میگن این جور چیزاست که میتونه تو رو از کسی که صدات شبیهش خیلی و دیگه از دست خودت هم نیست راشو جدا کنه مثلا شروع ترک خیلی مهیار بود داریان اینجا باز خیلی باحال تره یه دلیوری که انگار از دور داره صداش میاد مثلا داره باحاله آیده تک کلمه زدن نیست رد شدیم از کناره هم دیگه نبودی چی مثل قبل گذاشتی منو پشت سر تو چی کار کردی بعد من رد شدیم جالو کی زده اونم خیلی باحاله کناره هم دیگه نبودی چی مثل قبل خبر برگشتنتم قشنگ حتی شایعش خیلی خوب داداشمون ازدواج کرده و یاد شکستای عشقیش افتاده ول کن الان که هست برو اشغال کن باش کشیدی پر مثلا بهترین ترک ضد عشق و ایموشنالش بود چی میگن بهترین ترک در غم هجران یاره رو دقیقا موقعی که عروسی کرد داد کشیدی پر عجیبه به هر حال نمیدونم شاید اون ترس از دست دادنی که به هر حال هر کسی که عاشق یکی دیگه است هر کسی که به یه نفر دیگه عادت داره هر کسی که یه نفر دیگه رو دوست داره تو وجودشه شاید اونه که محرک و میوز موسیقی چرسی قرار گرفته میوز یعنی چی تو اسم من رو بازم میگم صحبت کنیم راجعش میوز به فکر کنم زئوس مثلا 9 تا دختر داشت به یه مجموعه الهه و فرشته میگفتن که خیلی مثلا استعاری و رویا پردازانه خیلی شاعرانه است این داستان اینجوریه که انگار هر هنرمندی مثلا اگر داستان سرایی مثلا یه داستان عجیب می‌نویسه یه نقاشی خوشگل می‌کشیم مثلا در وصف یار و فیان و اینا انگار محرک کشیده شدن اون نقاشی اون میوز است میوز یعنی اون یه سری فرشته ها اومدن در گوش نقاش یا شاعر یا مثلا موزیسینه زمزمه کردن و باعث شکلگیری اون اثر شدن خب همون اسپارکی که ما میگیم همون جرقه شکلگیری یه کار که میگیم همون روحی که یه اثر میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه همونی که راجع به صحبت می‌کنیم دقیقاً همونه بحث میوز
و میگم احتمالا میوز شعر و موزیکای موفق اخیر چرسی مثل کشیری پر که خیلی هیت بود احتمالا یه چنین چیزیه. احتمالا با بیشتر و نزدیکتر شدنش به یارش خب هم خوشاینده هم مغز آدمیزاده دیگه، تو بهترین و تمیزترین و خوشگذرونی ترین حالت ممکن یهو یاد بایی میفتی، اصلا یهو یاد چیزایی که احتمال اتفاق افتادنش 3.5% 43 سال بعد. تو داری اشغال میکنی مست، دوست دختر 10 سالت پیشته، پدر مادر همه کنار هم، یهو یاد یه اتفاقی میفتی که 3.5% احتمال افتادنش هست تو 44 سال بعد، و اگر بیفته ممکنه 3.5% ضرر مالی ببینی. اصلا خیلی مغز آدمی زادش. آره میگم با کنار هم قرار گرفتن پازلای زندگی چرسی و جدیتر شدن رابطهش احتمالا اون ترس از دست دادن هم بیشتر شده، به خاطر همین یه چنین ترکایی داره میمنده. نمیدونم، به هر حال ترک ایموشنال یه مقدار خشنی بود، ترک یه مقدار اگرسیف بود، مخصوصا ورس چرسی، ورس و کورس بیریج و کورس آریان علوی بیشتر بار احساسی و نرمتر ترک رو داشت به دوش میکشید. ورس چرسی اما اون سیر داستانی، مثلا اون امینم چیز Just gonna stand there، اون امینم یاد تو چه وحشی بود اونجا، واقعا این ترک همچین چیزی بود با پروداکشن متفاوت خیلی، ولی خیلی فرقی با همچین ترکی نداشت. آریان علوی قسمت کورس اصلا نرمتر و اسموستر و خوش آهنگ تره قضیه رو داشت پیش می برد و قسمت ریپیتتیو ترشو. چرسی هم ما داشت نریتیو رو پیش می برد، داشت اون هسته، چجوری بگم، هسته یستی توی کورس بود، اون هسته رو باز می کرد و جزئیات دورش رو به ما نشون می داد دیگه، مثلا عصبی بودنش و این کارهایی که کرده به خاطر طرف و کارهایی که اگر ولش کنه می کنه و اینجور چیزا. ورس چرسی به نظر من، خب من مستقیم وقتی مقایسه می کنم با تایی کشیدی پر، کلن من پرفورمنس ملودی که آتو چرس رو یعنی کلن بیشتر دوست دارم، ولی به نظرم لیریکس چرسی اینجا یکی از لیریکس خوباش بود. به نظرم جالب بود، میدونی باحال از اون جزئیاتی که یه جمله یارو یه چیزی قبلا گفتم، شما باید جزئی باشی که کلی، چجوری بگم، شما باید جزئیاتت قابل قبول باشه که کلیتت قابل قبول شه. خیلی سخته رسوندن منظورم. مثلا آقا قبلا مثال زدم، مثلا گادفادر، مثلا آقا یه فیلم میبینیم از یه رابطه زناشویی توی بیوتیفول مایند بود، یا مثلا من یه فیلم دیدم اصلا یادم نیست که مرد کوره بعد شفا پیدا میکنه، زنش تک تک لحظه های سخت میشه، یهو زنشو ول میکنه وقتی شفا پیدا میکنه و کم کم بیماریش عود میکنه، دوباره کور میشه و دوباره برمیگره میشه زنش، زنش دوباره قبولش میکنه. یادم نیست فیلمشو، اگه یادتونه سایت، نمیدونم، انقدر اون رابطه زن و شوهر اونجا، من این فیلمو که دیدم واقعا 24 22 سالم بود، یادم 22 ساله چه میفهمه اصلا رابطه یه زن و شوهری که یکیشون به دلیل بیماری چشماشو از دست داده و سوی چشمشو از دست داده تو اروپا اصلا به چه معناست. خب ولی اینقدر جزئیات تمیز پرداخته شده بود تو اون فیلم که من هنوز که هنوز تصویر اون فیلم یادم، هنوز استوری اون داست اون فیلم یادم، هنوز نتیجه گیریش یادم، هنوز اون حسه یادم مونده، نمیشه میگم حس دیدن اون فیلمه. بحثم اینه، بحثم اینه که اونا جزئیات رابطهشون رو تمیز نشون دادن که تبدیل شد به کلیت. اون وقت منی که تو ایرانم و هیچی از زن و شوهر و زناشویی نمیدونم، رابطه زناشویی نمیدونم، اون فیلم رو تاثیر گذاشت. بحثم اینه که چرسی از جزئیات مینی دیالوگ های بین خودش و خانومش و چه میدونم مثلا ترسایی که تو ذهنش هست تمیز به قلم در آورده بودشون. تمیزترین حالت ممکن نبوده، ولی بهتر از یک سری از ترک های دیگه چرسی بود و میگم الیویت شده بود به نظر من، نوع نوشتنش بهتر نوشته بود. من کلن استایل پرفورمنس چرسی رو خیلی به دلم نشست، من اون چرسی خشن رو حقیقت خیلی دوست ندارم. تواناییش، اینکه تواناییش رو داره اون اگریشن رو انقدر تمیز صداش بیاره سخته، باحاله، قابل ستایشه، اما میگم به نظرم خیلی خوب ازش استفاده، حتی خیلی خوب ازش استفاده نشده بود که رو من تأثیری نذاشت اینجوری بگم، ولی مثلا استراکچر موزیک، اون درابی که اون اول بهمون داد و اینا مثلا جذاب بود، جذابیت کارو زیاد کرد و درام لاین راکی بود، خیلی مثلا هیپ هاپی نبود، کلا مسیر آرتیستیک
جدیدی باز شده برای سعید دهقان و چرسی، مثل این که خیلی مسیر به نظر من مسیری که بیشتر رو چرسی میاد و چرسی بیشتر توش میتونه بدرخشه تا مسیر تراپی و دیریلی که قبلا داشت پیش میگرفت، از این نظر خوشحال کننده است این پیوتی که زده کریرش. بر صورت شما نظرتون راجع به این ترک و این ریاکشن ویدیو بنویسید و لایک و دیسلایک یادتون نره. اگر ویدیو رو حالا دوست داشتید یا دوست نداشتید، تبدیل تجربه اول ما شنیدن ترک واقعا واسه من 5.5. من میگم بیشتر از چیزایی که دوست داشته باشم توی موزیک چیزایی وجود داشت دوست نداشتم، از جمله وکال پرفورمنس آریان علوی که هیچ تفاوتی برای من با مهیار نداشت. این مهیار تتلوی سوم بود، مهیار خودش تا حدی بعضی ترک ها تتلوی دومه. میبینید دیگه اینقدر شباهت ها با رفرنس مشخصه، خیلی نمیشه تفاوتی بینشون قائل شد. بعد عرض کنم به حضورتون که خیلی بیشتر متکی بود به کلمه چرسی اینجا برای بیان حسش. من مشکلم اینه، مثلا تو کشیدی پر کلمه در کار نیست، اوج گرفتن و نوت هاست که اون حس کشیدن پر رو به تو میرسونه. این چی میگم؟ و اون هارمونی که همراه بیت داره اینجا خیلی متکی شده به کلمه که به نظرم تاثیرگذاریشو کمتر کرده بود دیگه. برگه برنده چرسی کلماتی که استفاده میکنه نیست، نوع اجراش. بر صورت شما نظرتون راجع به ترک بنویسید و اینجوری زاد سابسکرایب یادتون نره، زنگوله بغل سابسکرایب هم اگر میخواد یادتون، اگه میخواد جانمونید از ویدیوها یادتون نره بزنید. تا ویدیوی بعدی فور گایز.